به تازگی چند سند و دستور از جانب رئیس جمهور چین برای تشدید فشار بر اقلیت اویغور افشا شده است. بر اساس یافته های یک انسانشناس آلمانی به نام آدرین زنز رئیس جمهور چین به طور مستقیم درباره اعمال فشار بیشتر بر مسلمانان اویغور تاکید داشته است. دستکم سه سخرانی محرمان شی جینگ پینگ از آوریل سال 2014 ایراد شده که در آن به مسئله امنیت در ایالت سینکیانگ کنترل جمعیت مسلمانان اویغور و لزوم تنبیه آنان با اقدامات دکتر زنس افشا شده و به صورت آنلاین در دسترس قرار گرفته است بر اساس این اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به سراحت در مورد بازآموزی عقیدتی و سیاسی مسلمانان اویغور تأکید داشته که نتیجه آن زندانی کردن بیش از یک میلیون اویغور و شکنجه آنها در اردوگاه های کار اجباری است همچنین تاکید این حزب روی ایجاد تعادل مثبت به نفع قوم هان در ایالت مسلمان نشین سینکیانگ بوده است تاکید رهبری چین بر برخورد با مسلمانان اویغور از سال 2014 اثرات خود را در سالهای بعد در افزایش فشار شکنجه بازداشت و کنترل آنها نشان می دهد. چین همه این اتهامات را رد کرده و آنها را عملیات روانی قلب می داند. با این حال به سازمان ملل و دیگر گروه های حقوق بشری اجازه حضور در سینکیانگ را نداده است. دکتر زنس معتقد است کاری که هیئت حاکمه چین با مسلمانان اویغور انجام داده یک نسکشی فرهنگی علیه این قوم در راستای اعمال حاکمیت بیشتر حزب کمونیست بوده است